ببینید، ملتی که حق اعتراض به حق کشی و فساد و اختلاس و خشونت ساختاری و حتی حق انتخاب پوشش خودشو نداشته باشه، نمیتونه به کسانی که این محدودیت ها رو ایجاد کردن رأی بده. ما 40 سال گرفتار انتخابات بر حال فرمایشی بودیم. من از سال 58 شاهد این انتخابات بودم. از سال 58 من حتی یک انتخابات که اصلا اثری از دموکراسی و راستی داشته باشه ندیدم. تو همه انتخابات ها تقلب کردن و اون کسی رو که میخواستن به کرسی نشوندن. بنابراین همین باعث شده که کسانی که حتی سواد مسئولیت ها رو به عهده میگیرن ندارن و تجربه هیچ کاری رو که به درد کشور بخوره ندارن یا به درد حکومت بخوره ندارن، اینها سوار سیاست و حکومت کشور شدن. فقط کارشون شده دزدی، غارت اموال عمومی و دخالت در پروژه‌ای که اصلا نیازی بهشون نیست در داخل و خارج کشور به قصد پر کردن جیبشون. و در مقابل اگر مردم اعتراض میکردن و کرده اند، اونها رو به شدت سرکوب کرده، حتی از کشتنشون ابا ندارن. بنابراین این ما 40 سال اینو تحمل کردیم. 40 سال از یک کشور نسبتاً پیشرفته صنعتی در آسیا، دوم بعد از ژاپن، رسیدیم به جایی که یکی از عقب افتاده ترین کشورهای از نظر اقتصادی و صنعتی در آسیا حتی هستیم و مردممون فقیرترین شدن، در فقر و فلاکت و ذلت زندگی میکنن. آموزش پرورشمون شده مرکز ترویج و تزریق خرافات و به حال چیزهای غیر علمی. ما پیشبینی کردیم که اگر یک دوره دیگه انتخابات ما با همین شرایط پیش بریم، کشورمون نه تنها فروپاشی خواهد کرد از دیدگاه اقتصادی و مردمی، که ممکنه حتی فروپاشی مرزی هم بکنه و کسانی که دورور ما هستن 40 سال پیش فقیر بودن، به ما از پایین به بالا نگاه میکردن و از ما کمک میخواستن، کشور ما وابسته بودن، الان برعکس شده. اونها قوی شدن، اونها اقتصادشون پیشرفته شده، اونها آزادی های بیشتری پیدا کردن و برخی از اونها چشم طمع به مرزهای ما دارن، مدعی هستن. بنابراین ما دیدیم در مرحله ای از زندگی این کشور هستیم که اگر نجنبیم و اینو نجات ندیم از دست این مافیاهای فساد و خشونت که کشورمون به این روز انداختن، ممکنه دیگه کشوری به نام ایران وجود نداشته باشه. ما به مردم میگیم که شما اگر، البته میدونیم که برخی از مردم مجبورن برن رأی بدن که شغلشون نگه دارن یا تحت فشار هستن یا زندانی هستن یا سپاهی هستن، ولی ما به مردم میگیم که شما این دفعه رو دیگه از رای دادن پرهیز کنید، همینجور که در انتخابات گذشته، همین انتخابات قبلی که ما پیشنهاد پیش بینی کردیم بیش از 25% شرکت نخواهند کرد، این وقتی آشکار شد که جمع شهرستان ها و تهران حدود 24% بودن، الان هم ما پیش بینی می کنیم که مردم با این روحیه‌ای که دارن که به شدت ضد این نظام فاسد هست، بیش از 10% شرکت نمی کنن. اونها هم کسانی خواهند بود که مجبورن این کارو بکنن و ما انتظار تقلب بسیار بسیار گسترده داریم که حتی تقلب سال 88 که ما پیش بینی کرده بودیم پیش از وقوعش که 8 میلیون 7 و 8 میلیون رای تقلب خواهد شد، اینجا هم تقلب بسیار گسترده ای رو ما پیش بینی میکنیم. همینجور که دارن این فعالیت ها رو ما شناسنامه چاپ میکنن و توی اینترنت به دروغ دارن طرفدار جمع میکنن. بنابراین ما به مردم هشدار میدیم که چه رأی بدهید چه ندهید، هیچ
تأثیری در عملکرد حکومت نخواهد داشت، ولی اگر رأی ندید دست کم ما میتونیم از طریق سازمان‌های بین‌المللی طبق قوانین اونها حق شما رو به خودتون برگردونید.